چرا ما رویا میبینیم؟ در زمانهای قدیم رویاها اهمیت زیادی داشتند. رویا به عنوان روشی کاملا معقول برای تفسیر پدیده‌های طبیعی تلقی میشد و معنای پشت رویاها اغلب بسیار جدی گرفته میشد. در ادبیات کهن مثل حماسه‌های بین‌النهرین یا گیلگمش، رویاها اغلب آینده را پیش بینی میکردند. در سال 1952 یک اتفاق شگفت‌انگیز رخ داد. محققای دانشگاه شیکاگو به این موضوع پی بردند که رویا یک نوع منحصر به فرد از فعالیت الکتریکی در مغز که در مرحله خاصی از خواب فرد رخ میده. خواب چندین مرحله داره. یکی از مهمترین اونها مرحله رمه که اکثر رویاها در این مرحله اتفاق میفته. از نشونه های خواب رم اینه که چشمای فرد حرکات بسیار سریعی داره. ضربان قلب تندتر میشه و نوع تنفس تغییر میکنه. سوخت و ساز مغز مثل زمان بیداری میشه و به غیر از قلب و چند تا ماهیچه بدن کاملا فلج میشه. بسیاری از نظریه های رایج در مورد اینکه چرا خواب میبینیم اینه که در هنگام خواب بخش ناخودآگاه مغز ما مشغول سازماندهی خاطرات و تقویت ارتباطات از روز قبله. این تکانه های الکتریکی توسط مغز خودآگاه ما شناسایی میشن و قشر کورتکس مغز ما دچار هجوم میشه و معنی اونو نمیدونه. بنابراین تمام تلاششو میکنه تا داستانی منسجم خلق کنه و رویا بسازه. این توضیح میده که چرا رویاها اغلب بسیار خارق‌العاده و به ظاهر تصادفی‌اند. نظرات مختلفی در مورد دلیل رویا دیدن وجود داره. یکی این که رویاها قرار نیست منطقی باشن و اونا یه پیام واقعی از مغز ما نیستن. این فقط نتایج تلاش قشر کورتکس ما برای ترکیب نویزهای ناشی از تمام کارهایی که در ناخودآگاه انجام میشه. بر اساس این طرز تفکر، رویاها یک فرایند اولیه نیستن که هدفی داشته باشن. در عوض اونا نتایج تصادفی از فرایند مهمترین که در پشت مغز خودآگاه در جریانن. اما بعضی از محققا نظر دیگه ای دارن. از نظر اونا رویاها به طرز باور نکردنی این معنا دارن. رویاها یکی از راه های اولیه ای هستن که ناخودآگاه خودشو برای ما آشکار میکنه و اطلاعاتی را برای ما به ارمغان میاره که واقعا نمیتونیم از راه دیگه ای به دست بیاریمشون. اونها بر این باورن که رویاها در خدمت یک هدف اصلی هن. هدفشون اینه که ما را برای تهدیدها در بیداری آماده کنن. به همین دلیله که اکثر احساسات در طول رویاها منفی هن. مثل رها شدن، عصبانیت و شایع تر از همه اضطراب. زمانی که ما انسانهای اولیه بودیم، نمیدونستیم که در طول روز با چه نوع تهدیداتی ممکنه مواجه بشیم. بنابراین برای آماده کردن ما، مغز استرابها رو در هنگام خواب شبیه سازی میکنه تا ما رو برای اون احساس در دنیای واقعی بهتر آماده کنه. بنابراین افرادی که رویاهای وحشتناکی میدیدن در مواجهه با استراب در دنیای واقعی بهتر بودن و ژن‌های قوی تری داشتند. در نتیجه تونستن نسلشون رو به آینده منتقل کنند. هیچ مدرکی مبنی بر وجود هدف خاصی از رویا وجود نداره. حدس و گمان نظریه های زیادی وجود داره. رویاها هنوزم یک رازن. اما شاید روزی بتونیم پرده از این راز برداریم. به نظر شما آیا باید رویاهامونو جدی بگیریم؟